داستان پیر چنگی در عهد عمر رضی الله آن شنیدستی که در عهد عمر بود چنگی مطربی با کر و فر بلبل از آواز او بی خود شدی یک طرب زاواز خوبش صد شدی مجلس و مجمع دمش آراستی و از نوای او قیامت خواستی همچو اسرافیل کاوازش به فن مردگان را جان درآرد در بدن یار سیلی بود اسرافیل را یار سیلی بود اسرافیل را که از سماعش پر برستی فیل را سازد اسرافیل روزی ناله را جان دهد پوسیده صد ساله را انبیا را در درون هم نغمه هاست طالبان را زان حیات بیبه هاست نشنود آن نغمه ها را گوش حس که ستم ها گوش حس باشد نجس نشنود نغمه پری را آدمی کو بود ز اسرار پریان اعجمی گرچه هم نغمه پری زین عالم است نغمه دل برتر از هر دو دم است که پری و آدمی زندانی اند هر دو در زندان این نادانی اند معشر الجن سوره رحمان بخوان تستعی او تنفذو را بازدان نغمه های اندرون اولیا اولا گوید که ای اجزای لا این زلای نفی سرها برزنید این خیال و وهم یک سو افکنید ای همه پوسیده در کون و فساد جان باقی تا نرویید و نزاد گر بگویم شمه ای زان نغمه ها جان ها سر برزنند از دخمه ها گوش را نزدیک کن کان دور نیست لیک نقل آن به تو دستور نیست گر بگویم شمه ای زان نغمه ها جان ها سر برزنند از دخمه ها گوش را نزدیک کن کان دور نیست لیک نقل آن به تو دستور نیست هین که اسرافیل وقتند اولیا مرده را زیشان حیات است و حیا جان هر یک مرده ای از گور تن برجهد زاوازشان اندر کفن گوید این آواز زاوازها جداست زنده کردن کار آواز خداست ما بمردیم و به کلی کاستیم بانگ حق آمد همه برخاستیم بانگ حق اندر حجاب و بی حجاب آن دهد کو داد مریم را ز جیب ای فناتان نیست کرده زیر پوست باز گردید از عدم زاواز دوست مطلق آن آواز خود از شه بود گرچه از حلقوم عبدالله بود گفته او را من زبان و چشم تو من حواس و من رضا و خشم تو رو که بی یسمع و بی یبصر تویی سر تویی چه جای صاحب سر تویی چون شدی من کان لله از وله من تو را باشم که کان الله له گه دویی گویم تو را گاهی منم هرچه گویم آفتاب روشنم هر کجا تابم ز مشکات دمی حل شد آنجا مشکلات عالمی ظلمتی را کافتابش بر نداشت از دم ما گردد آن ظلمت چوچاشت آدمی را او به خیش اسما نمود دیگران را زادم اسما می گشود
خواه زادم گیر نورش خواه از او، خواه از خم گیر می خواه از کدو. کین کدو با خون به پیوسته سخت، نی چو تو شادان کدوی نیکبخت. گفت توبا من رعانی مصطفى، والذی یبصر لمن وجهی را. چون چراغی نور شمعی را کشید، هر که دید آن را و یقین آن شمع دید. همچنین تا صد چراغ ار نقل شد، دیدن آخر لقای اصل شد. خواه از نور پسین بستان تو آن، هیچ فرقی نیست خواه از شمع دان. خواه بین نور از چراغ آخرین، خواه بین نورش ز شمع غابرین.